شما می فهمین که تابستان کابل بسیار گرم است. به این از رئیس جمهوره که درد مردم می فهمه. از این پرسان کنیم که آقای رئیس جمهور، شما در تابستان گرم چی میگین در کابل؟ زنده باد آیس کریم. زنده باد آیس کریم. وای وای، چه خوب یک رئیس جمهوره که داریم. پاپای چینی، پاپای چینی، یک رئیس جمهوره که قندول. و آقای رئیس جمهور، خانم رولا غنی در تابستان چی میگه؟ زنده باد آیس کریم. آقای دکتر عبدالله در تابستان چی میگه؟ زنده باد آیس کریم. وزرای کابینه شما در تابستان چی میگن؟ زنده باد آیس کریم. اعضای پارلمان شما؟ زنده باد آیس کریم. اعضای ولسی جرگه شما؟ زنده باد آیس کریم. همه میگن که زنده باد آیس کریم. آقای رئیس جمهور، راستی در زیر پلهایی که 3 میلیون معتاد بیچاره در انتظار مرگ هستند، در تابستان اونا چی میگن؟ زنده باد آیس کریم. اونا هم آیس کریم میگن. آقای محترم، در امی روزا 60 نفر عسکر ما در یک قرارگاه در جوزجان در محاصره طالبا هستند که فکر میکنه موج از کابل هم کده گرمتر هستند. عسکرا به نظر شما چی میگن؟ زنده باد آیس کریم. زنده باد آیس کریم. همه مردم افغانستان میگن زنده باد آیس کریم. و شما سعی کنین که در مورد طالبای که صلح کرده با اونا، طالبا چی میگن؟ و در او روز تاتش بس میشه، طالب آیس کریم میتین. زنده باد آیس کریم. و در او روزی که میگه آتش بس میشه، یعنی که حکومت 350 هزار عسکر خودم میگه با طالب جنگ نکو، آتش بس. در او روز طالبا چی میگه؟ طالبان میگن آیس کریم. زنده باد آیس کریم. سرنوشت یک ملت به دست رئیس جمهور به اندازه اشرف غنی کودن افتاده. اما آقای غنی، بسیار ببخشین، طالبان نمیگن که آیس کریم و زنده باد آیس کریم. طالبای غول میگن، طالبایی که با گلبدین است و با شبکه حقانی که در اید آورده بودین، در کابل آتش بس کرده بودین. اما طالبای هوشیار چی میگه؟ اینه تا میگن غنی جان، یا پاکستانم زما طالب، زما مجاهد، زما افغان ولس، بیا بزنید سیستم الوالی، زما انشاءالله ده بولدک پا دروازه که وطب شنم، بیا با داورتا وایم ستاچل مکر دوکه بدو بیا خودانی سیرا تیره دلی، زستات المقابله کم، زستال اتوم مقابله کم، زما ایمان سا مقابله که زما ایمان اتوم اتا کده تا با ماتی تا طول زلیل خلق پا دنیا که زما دشمنه اغا پاکستانیانی. آقای منان نیازی میگه ما با طالب های خود در دروازه بولدک، سپین بولدک، بر علیه پاکستان می جنگم. ما را شما فریب داده نمیتونین. آقای غنی، نوکر آیسای، طالب ها آیس کریم نمی خورن، طالب ها را بوزی داده نمیتونی. و ببین ادامه گپای طالب ها. پاکستانیان ایس چوم رزده با مصر کرده، زمور در نظام شیرازه را خراب کرده، در امریکی نده کرده. نن امریکا سزا په دغه خوابه لی په دې مې مچ تا نو موږ نه لشي کړی تا نو موږ دې نه لشي کړی تا نه د دولا نه لشي کړی خو دغه پاکستانانو موږ پښیدان کړیو دغه پاکستانانو باندې امریکا نه ولا دا پاکستانانو مول په مرمز شکل د دې لپاره نه وژلی چې امریکان ما د توګه چې د لپاره امریکایان هم راکړل موږ ته ولدار چې پاکستان کې وګرځي موږ ته ولدار مواد اداري مور دي موږ ته ولدار ملیونونه ډالر دي درواخي امریکایان په ولیدا جهاد دي جهاد په سبیل الله دي
موږ خپل شرایط درلوده موږ په دنیا کې د پښې د ایښودو ځای نه درلودی خو پاکستانیانو بیا امریکایانو ته دا خبره وکړه چې ما مال مې مړ کړی ما به دلا مې مړ کړی ما برادر مې نیولی دی بیا امریکایان خوشحاله کوله نو دا ګیم دا ډرامه پاکستانیانو د دواړو دپاره داسې وچلوله میلیاردونه ډالر دوی جیبو ته واچوله زور یې تر مورو تر امریکایانو ووتی یا موږ مرسو یا امریکایان مرسول او نتیجه و دربدری و اختلافات افغانستان وروسته پاتې شو دا ټول د پاکستانیانو چلو تجبر دی میگم ما ناتو ته هم زدیم پاکستان ته هم میزنیم و تو را که اجیر پاکستان و انگلیس هستی تو را میزنیم طالبان نمیگن که زنده باد آیس کریم شاید ذبیح الله مجاهد بگوید شاید آقای گلبدین بگوید و باید هم بگویند به خاطر که نوکرای پاکستان هستین اما طالب هایی که اصلی است که با وطن خود یک ذره ارزش داره و آیس کریم نمیگه غنی جناب غنی مثل عزیز که در یک غش زندگی میکنه غش یعنی یک حالت نیمه بیهوشی که چشمایش واز است گپ میزنه اما بیهوش است در او دنیا در محشر ما در یک حالت غش از خواب بیدار میشیم در پیش دکتر که میرین مثلا یکان سرجری یا عملیاتی که است اینا مواد را استفاده میکنن که شما را در یک غش مندازن یعنی خواب میرین نیمه بیدار هستین که تتان گپ میزنه گپ میزنین اما به درستی نمیفهمین که چی میگین آقای غنی در یک غش زندگی میکنه از کودنی بسیار آقای غنی فکر میکنه که در افغانستان مردم میگن زنده باد آیس کریم و در او روز که آتش بس میشه طالب آیس کریم میتین زنده باد آیس کریم اما جناب غنی در اینجا چی را میخواید تشریح کنه؟ میخواید بگوید که ما آتش بس در افغانستان عملی ساختیم این کودن آنقدر پست بی معلومات است که تفاوت میان تسلیمی و دشمن و آتش بس نمیفهمه سعی کنین چی میگه؟ زنده باد آیس کریم آیا 98% آتش بس عملی نشد؟ میگه 98% آتش بس عملی شده امیال اساکر ما 60 نفر در جوزجان در محاصره طالباست و اینا را کس نجات داده نمیتانه و در امی چند روز 40 عسکر ما را در اروزگان طالبا حلال کردن و غنی میگه ما آتش بس عملی ساختیم آتش بس عملی نساختی وطن تسلیم کردی اردو را تسلیم کردی استخبارات تسلیم کردی و 98% نکدی 100% کردی آقای غنی این حکومت چیز نیست جز ابزار در دست بیگانه که خود این حکومت در غش زندگی میکنه و مردم میخواهد که فریب بته که ما شما فکر کنیم که اونمو گپه که بزک بزک نمیر جو لغمان میرسه در 4 سال حکومت و ارتش و پلیس و استخبارات کشور با آیسای تسلیم شده و از این هم بیشتر میشه هم وطن عزیزم تو با این کودن نگو که زنده باد آیس کریم اگر پشتونستی تاجک ازبک از عرب بلوچ ایماق هر کسی که هستی ترکمن در مقابل این کثافت استاد شو لطفاً برنامه های مرا شریک بکنین و ناگفته نمانه که ما در سپتامبر در لندن هستم احتمال داره تاریخ 6 در لندن باشم در تاریخ 12 ما یک سپیچ یا یک بیانیه دارم در پارلمان انگلستان و ما فکر میکنم که یک نشست با هموطنایم هم به شکل علایده می داشته باشم بعد از او ما در پاریس میرم در تاریخ 9 سپتامبر در پاریس در یک گرده همایی به خاطر سالگرد قهرمان ملی محمد شاه مسعود با عکس های آقای مزاری اشتراک میکنم احتمالاً که یک کنفرانس در آلند می داشته باشم شما لطفاً ثبت نام کنین دینیجه
نجات پیج. اینجا برین لایک کنین، ثبت نام کنین، در اونجا نوشته کنین که در کجا هستین. مثلا اگر در پاریس میاین یا اگر در لندن میخواین با ما باشین یا در آلند، تا ما وقتی که تمام چیزای ما مشخص میشه برای شما پیغام بدیم که شما در اونجا در کدام روز و در کدام وقت اشتراک میکنین. تا برنامه آینده شما را به خداوند میسپارم.